سریال بریکینگ بد که در سال 2013 به عنوان تحسین برانگیزترین سریال دنیا شناخته شد، حقایق جذاب و پنهانی داره که ممکنه ندونید. پس با من همراه باشید. سلام، مهرشاد حبیبی هستم. خوش اومدین به مهرشاد فیلم. امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. اگر هنوز عضو مهرشاد فیلم نشدید، لطفا سابسکرایب بکنید تا از کار جدیدی که میاد با خبر بشید دمتونم گرد امروز میخوام در مورد حقایق پنهان یکی از قدرتمندترین سریال های دنیا یعنی بریکینگ بد براتون صحبت بکنم داستان سریال در مورد والتر وایت یک معلم شیمیه که داره زندگی عادیش رو میکنه و متوجه میشه که دوچار سرطان ریه هستش و برای تأمین مخارج زندگی خانوادهش وارد تجارت شیشه میشه. crystal mat? That's right. You know the business and I know the chemistry. بریم سراغ نکات جذاب و پنهانی این سریال. اصطلاح بریکینگ بعد از کجا آمده؟ برای مردم اهل ویرجینیا این عبارت بریکینگ بعد به معنی برپا کردن جهنمه و در معنای آمیانه تر به معنی ورود به زندگی جنایتکاران است. به نوعی انگار یک انسان افزار گسیخته میشه. همه این معنی ها با زندگی ماجراجویانه و پرفراز و نشیب والتر وایت کاملا همخونی دارن لوگوی سریال اگه دقت کرده باشید دو عنصر از جدول تناوبی بیشتر از همه عناصر مورد توجه قرار می گیرن تو این سریال بی آر از بریکینگ و بی ای از بد جدا شده بی آر نماد عنصر برومین هستش که برای محدود کردن آتیش و خاموش کردن اون مورد استفاده قرار میگیره. دی ای نماد عنصر باریوم هستش که برای روشن کردن آتیش و برپا کردن اون ازش استفاده میشه و در طول سریال کارهای والتر وایت به نحوی مرتبط به این دوتا عنصر هستن یعنی آتیش های زیادی به پا میکنه هرج و مرج میکنه و وقت زیادی رو صرف خاموش کردن اونا میکنه لقب هایزنبرگ این لقب در حقیقت از دانشمندی به نام ورنر هایزنبرگ الهام گرفته شده و جالبه بدونید که انتخاب این لقب اصلا اتفاقی نبوده ورنر هایزنبرگ هم مثل والتر وایت دوچار سرطان بوده و علاوه بر اون مانند والتر وایت دوچار بریکینگ بد شد یعنی از مسیر خودش منحرف شد از یک حرفه مثبت کارش رو آغاز کرد و برنده جایزه نوبل شد اما بعدها به عضویت تیم تحقیقاتی بمب اتم نازی ها در اومد سریال اگه دقت کرده باشید در تیتراج سریال فرمول شیمیایی ساخت شیشه رو میتونید ببینید و خب این خیلی مسئله مهمیه اینکه سریال های خارجی کاملا به تیتراجشون اهمیت میدن چیزی که در صنعت سریال سازی ما به شدت گم هستش و اصلا بهش توجه نمیشه و واقعا خیلی خوب میشه اگه بهش توجه بکنن چون خیلی چیز مهمیه همین چند ثانیه تیتراج سریال بریکینگ بعد کلی نکات میشه از توش در آورد ماریوس استنیا همون مدیر کارباشی که در فصل اول والتر وایت در اون مشغول به کار هستش در حقیقت خودش یک نابغه شیمیه که مدرک دکترای این علم رو هم داره و جالبه بدونید که کارش در حقیقت همونیه که میبینید یعنی مدیر کار باشه سکانس پرت کردن پیتزا روی سقف اونایی که سریال رو دیدن حتما سکانس پرت کردن پیتزا روی سقف رو توسط آقای وایت به خاطر دارن سکانسی که اولش قرار بود در یک برداشت گرفته بشه اما اینقدر این کار رو برایان کرنستون خوب و تر و تمیز انجام داد که در همون برداشت اول کارش رو تموم کردند و اگه دقت کرده باشید تعجب خود والتر وایت در این سکانس بعد اینکه اون پیتزا رو پرد کرد روی سقف کاملا مشخصه یعنی خودش فکر نمی کرد اینقدر شیک و مجلسی این کار رو انجام بده کلاه مشکی هایزنبرگ یکی از جذابترین علمان های شخصیت والتر وایت همین کلاه مشکیشه چیزی که در فیلم نامه ابتدایی وجود نداشت و زمانی که والتر وایت سرش رو تراشید و کچل کرد همش به طراح لباس سریال میگفت که آقا این کلهی من داره میسوزه وقتی که میریم تو فضاهای آزاد، سکانس فضاهای آزاد کلهی من میسوزه و نیاز به یک کلاه دارم و عوامل سریال اولش مخالفت کردن اما وقتی که دیدن چقدر شخصیت والتر وایت با این کلاه کاریزماتیک تر شده موافقت کردن و اینجوری شد که کلاه مشکی هایزنبرگ متولد شد. مباحث علمی سریال عالیه اما بینقص نیست و این اتفاق هم تصادفی نبوده. فکر نمی کنم هیچ سریال محبوبی وجود داشته باشه که از لحاظ علمی صد درصد در درست عمل بکنه و خب این اصل هم هدف سازندگان نیستش و همچنین وقتی که شما یک سریال رو در مورد مواد مخدر می سازید قطعا نمی به بینندگان اون نحوه آغاز تجارت شیشه رو آموزش بدیم و خب این مسئله در این مباحث علمی سریال کاملا دخیل بوده جسی پینکمن قرار بود فقط در فصل اول حضور داشته باشه یکی از مهمترین جنبه های سریال رابطه بین پینکمن و والتر وایت هستش و خب قرار بود که آرون پال بازیگر نقش پینکمن تنها در فصل اول باشه و در همون فصل هم کشته بشه اما وقتی که عوامل سریال توانایی فوقلاده بازیگری آرون پال رو دیدن و وقتی که دیدن این رابطه بین پینکمن و والتر وایت چقدر برای پیش برد خط داستانی سریال مهم و ضروریه از این کار صرف نظر کردن not down the money. Down you. You get it? و در آخر هم میرسیم به آخرین حقیقت این سریال اون همین که والتر وایت واقعی بوده بله در سال 2013 یک فرد اهل آلاباما به خاطر تجارت شیشه دستگیر میشه این آقا نه معلم بود و نه سرطان داشت و اسمش هم والتر وایت بود و نکته جالبش هم اینجاست که وقتی دستگیرش کردن کاملا بی اطلاع بود از این سریال و میگفت که اصلا این سریال رو ندیده دمتون گرم که وقت گرامبه هاتون رو با من گذروندین امیدوارم لذت برده باشید سابسکرایب بکنید که کارهای خفن و باحالی تو راهه و اگه نکته جذابی هم بود که من نگفتم از این سریال حتما تو کامنت ها بنویسید و دمتونم گرم دیگه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار